دوستای بسیار عزیزم، یک بار دیگه بعد از عرض سلام شما را به برنامه امروز خود خوش آمد میگم. برنامه امروز ما که یک برنامه بسیار زیبا است، نه به خاطر که برنامه ما است، بلکه به خاطر که این برنامه ما در سر مرحوم استاد بزرگوار سراهنگ است که سراهنگ زمان خود بود. دلیل از این که ما امروزی برنامه را سر مرحوم سراهنگ گرفتیم ایست که یکی از هموطنهای بسیار عزیزم به نام آقای نوری که ما فکر میکنم یکی از کلیپ های بسیار مقبول از استاد سراهنگ در یوتیوب انداخته، بر ما یکی از ویدیوهای اخیر خود را ای کرد که یک خواندن بسیار زیبای سراهنگ که ما خودم تا حال نشنیده بودم داشت، بسیار خوب با تابلوهای زیبای در پشت سر پرده یا پرده پشت سر خواندن تزیین شده بود و بر علاوه از او اشعار عظمی خواندن زیبای استاد مرحوم که اکثرش مربوط می شد به میرزا عبدالقادر بیدل با یک خط بسیار زیبای نستعلیق تزیین کرده بود. ای برای ما ایک قدر سحرآمیز بود، ایک قدر شگفت‌آور بود و ایک قدر جذبه داشت که ما فکر کردم که یک کس مرا در حوض کوثر انداخته. اما شعر حافظ که میگه بهشت عدن خواهی، بهشت عدن خواهی، بیا با ما به میخانه که از پای خمت روزه به حوض کوثر انداختیم. برای ما واقعا این پای خم حافظ شد و مرا انداخت در حوض کوثر، از بس که مرا غرق خود کرد از شگفت و زیبایی. بنابراین این برنامه ما به استاد بزرگوار سراهنگ عزیز و با میرزا عبدالقادر بیدل، کسی که زندگی ما از خوشی پر شگوفه کرده از سنهای بسیار خرد، و با هموطن عزیزم عادی نوری که باعث ازمی شد که برنامه را بسازم تقدیم میکنم. بیاین با هم بریم و یک کلیپ ببینیم. آتش از چهره زمین اثر زن ندهد، دید و دنیا ما فروشید که دنیا دنیا است، دید و دنیا ما فروشید جان هیچ و جسد هیچ نفس هیچ مقام هیچ، جان هیچ و جسد هیچ نفس هیچ مقام هیچ، ای هستی تو نمیادم آمد کجایت، Thank you.
مراتی مجال از با دل و رسیدم او هستی و ما نیستی و جمله و ماهی شما قابل لمس ساخته، یک دریچه بر ما باز کرده به طرف یک زیبایی از یک شفق زیبا است.
که او جنت از اشعار زیبای بیدل است. با وجودی که ما از این دریچه هم نتانستیم که بیدل با او زیبایی که بوده ببینیم و نگفتنمانه که بیدل اوقدر زیبا بود که یک آوازخوان نمیتانست حتی به سطح استاد بزرگوار بیدل را ما معرفی کنه، اما حداقل یک کلکینچه به او طرف واز کرده و در عین زمان اشعار زیبای بیدل در سراهنگ مرحوم سراهنگ نقش بسیار عمده بازی کرده. بنابراین در حالی که ما این برنامه را با مرحوم سراهنگ اختصاص دادیم، اما در لابلای ازی می خواهیم باز هم یک یاد از اشعار میرزا عبدالقادر بیدل خود بخوانم و یک کم هم به مو اندازه که ما توان دارم بر شما تشریح بکنم. ما از اگر شما در هر چی سر ما انتقاد کنین، ما یک توجه میکنم که انتقاد شما بجای است یا نه. اگر در هر چیز بگوین که شفیع یار اینی میره نفهمیدی گفتی، ما او را میرم مراجعه میکنم، یک سیل میکنم که آیا فهمیدیم یا نه، و با احتمال زیاد که ما او را فهمیدیم شاید شما نفهمیدین که منظور ما از او گفتن چی بوده. اما در یک جای اگر هر کس ما را انتقاد کنه که بگه این امیر غلط کردی، ما متدکلی میگیریم که حتمی ما اشتباه کردیم و او در سر معنا کردن اشعار بیدل است و این ما از توازن نمیگم. ما که شعر بیدل هم میخوانم و یکان نفر دیدیم که در وقت پالوانی میره باز دست خود در زمین میمانه ماچ میکنه در چشمای خود بر رسم تسلیمی یا تواضع یا توکل به خداوند. ما باور کنین ای را در کلی خود صد صد بار میکنم و از خداوند مدد و از بیدلم میشه اجازه میخوایم. بین که با هم بریم. سراهن که در موسیقی در یک جای بلنده از موسیقی کلاسیک هندی رسیده بود، که موسیقی کلاسیک هندی نگفتن آمانه، اما یک روز سر از این برنامه میداشته باشم که آب میخوره، آب زمزم میخوره از موسیقی تاجیکی و ازبکی. اینمی یک اجتماع یا مکس از موسیقی ازبکی تاجیکی است که در سر راه سفر مغولی ها به هند تولد میشه و در هند بزرگتر میشه و یه دوباره به کشورهای ما میایه و هر زمانی که یک حکومت افراطی مذهبی می دوباره می گروزن به هند، در اینجا پناه می آفن و باز هر وقتی که شرایط مساعد می شه به می کشورهای اصلی خود دوباره بر می گرده. مثلا امروز موسیقی در سرزمین ما دوباره مثل مهاجرین ما از پاکستان و ایران که برگشتن، از هند و پاکستان و ایران و غیر جای دنیا دوباره برگشته و آشیانه برای خود ساخته. امروز خوشبختانه میبینین صدها آوازخوان جوان که هر کدام از زیر آدم میتونه لذت ببره، ولی هر زمانی که باز یک حکومت سیاه و مستبد مذهبی بیه یا باز میگروزن. اما باور کنین موسیقی این، رقص کلاسیک این، آب زمزم خدا از کشور افغانستان، کشور تاجکستان و کشور ازبکستان گرفته. در یک برنامه دیگه آمده سر از این گپ میزنم. سراهن که در یک سطح بلند از موسیقی کلاسیک هند تحصیل کرده بود، سالهای دراز از موجه برای ما و شما خواندن میکرد و منتظر بود که اگر شوه ما و شما از این جایی که هستیم یک کمک بالا بریم که بتانیم سراهن بفهمیم. حداقل در زیر پای آواز سراهنگ برسیم. اما سالها بعد استاد بزرگ متوجه شد که نه، والا در اینجا در انزوا میمانی، در انزوا میمیری و این مردم
خواندن تجهیز و نم یک کلگک به جایی که میزنن که نمیفهمن که چرا کلگک میزنن دیگه جای نمیرسه. و از این خاطر استاد بزرگ پایین آمد و پایین آمد و پایین آمد و پایین آمد و صدا کرد که هی جمعیت انبوه مردم که میرین صبر کنین صبر کنین که ما یک کار دارم، صبر کنین که ما یک کار دارم، یک لحظه یک لحظه او یار کتید کار دارم. یارب تو مرا به یار دم ساز رسان، یارب تو مرا به یار دم ساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان. از هجر کسی شب و روز گریانم، شب و روز گریان، او را با من او مرا با باز رسان، او یاد کتی کار دارم، یک لحظه گفتار دارم، یک زمان پیشم بشید دل افگار دارم، گله بسیار یک زمان پیشم بشید دل افگار دارم. منزلت مبارک باشد، و یا این منزلت مبارک باشد، شد جلوه مقابلت مبارک باشد، آمد ز سفر کسی که دل با بود، بی دل اکنون دلت مبارک باشد، و یاد کتید کار دارم، در لحظه گفتار دارم، زمان پیشم بشین دل افگار دارم، گله بسیار، یک زمان پیشم بشین دل افگار دارم. No.
نسیم یار من می آید. امروز نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است کزان جلوه بر رنگ برسم، وقت است کزان جلوه بر رنگ برسم. آینم بار من می آید، گوید کتی کار دارم، یک لحظه گفتار دارم، یک زمان پیشم بشی دل افگار دارم. اید آمد و هر کس پای کار خیش است، اید آمد و هر کس پای کار خیش است. می نازد اگر غنی وگر درویش است، می نازد اگر غنی وگر درویش است. من به تو با حال خود نظرها کردم، من به تو با حال خود نظرها کردم، دیدم که هنوزم رمضان در پیش است. یک لحظه گفتار دارم، یک زمان پیشم بشی دل افگار دارم. دل بسیار یک زمان پیشم بشی دل افگار دارم. دل بسیار می‌بینین، ما خوشحال هستم که استاد سراهنگ پیش از مردن خود از او جایی که بود پایین آمد، پایین آمد، پایین آمد، تا او جایی که حتی یک آدم مثل ما لذت ببریش و بسیار لذت ببریش و ما و شما همگی ما لذت ببریمش. اخلاق مردم ما، مثالها گفتیم که اخلاق مذهبی نیست، اخلاق ادبی مملکت ما بوده، ادبی بزرگهای مملکت ما بوده، مثل مولانا، مثل بیدل، مثل خوشحال، مثل رحمان بابا، مثل حافظ، مثل بسیاری از اینها بوده. ما برای شما یک روز دیگه در یک برنامه گفتم که به طور مثال یک شعر زیبایی که بعدن یک دوست بسیار عزیزم برای ما گفت که این شعر از استاد مرحوم ضیاء قاری زاده
که به نام مسار کبوتر خواندن میکرد بود که غلام همت والای باب خار کشم که خار غم کشد و مهنت خسان نکشد. میبینین این یک سرمشق اخلاقی است که از یک ادیب مملکت ما میمانه و مثل از این هزارها بیت زیبای دیگه است که از روی ازو ما و شما ساخته میشیم با عیس افراد که میوه اخلاقی درختای بلند قامت فرهنگ کشور خود بودیم یا میباشیم. حال متاسفانه 30 سال جنگ مردم ما را در یک قهقرا انداخته. اخوانی ها که یک اخلاق پست دیگر در دنیا نمایندگی میکنه، مردم اتا از سطح جنگ زدگی هم پایین برده. ای آیسته 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 باید بلند به قسم به دام محبت، قسم به دام محبت که از خم زلفت، قسم به دام محبت که از خم زلفت، قسم به دام محبت که از خم زلفت دل شکسته ما چون شکن جدا نشود. شکن همیشه در زلف است، زلف شکستگی داره و به دل میگه دی زلف شکسته تو دل شکسته ما هم مثل شکن زلفت بسته شده، چسبیده، افتیده تا وقت مردن. ای شکن از شکن زلف جدا نمیشه، یا ای دل شکسته ما، یا شکن دل شکسته ما از شکن زلف تو که دوست دارم هیچ وقت جدا نمیشه. قسم به دام محبت که از خم زلفت دل شکسته من چون شکن جدا نشود. بیدل ملا را مثل ما خوب نمیدید، چون بیدل میفهمید که اکثریت ملاها مردم غول جور میکنن، مردم احمق میسازن، مردم در راه غلط میبرن، از پیش پای مردم چراغ میوردارن که در تاریکی بانن کور شوند راه خود دیده نتانن. ای بسا شیخه که ارشادش دلیل گمرهی است، ای بسا شیخه که ارشادش دلیل گمرهی است. ببینین میگه چه تعداد زیاده از این شیخ و ملا و آدم های فامیله دینی است که ارشاد از یا، سخنان از یا، خطبه از یا، خطابه از یا، گپای از یا باعث گمرهی مردم است. غول اکثر راه مردم از شمع و مشعل میزنند، غول اکثر راه مردم از شمع و مشعل میزنند. میگه میفهمین کسایی که مردم میخواه بازی بوده چی میکنن؟ مردم در تاریکی نگاه میکنن، از پیش پایشان شمع و مشعل یعنی چراغای تیلی را یا شمع از پیش پایش پس میکنن. مردم در تاریکی میفته، رای خود دیده نمیفته، نمیتونه رای خود که نفتی ندید در دام ملا مفته. غول اکثر راه مردم از شمع و مشعل میزنن. ای بسا شیخی که ارشادش دلیل گمرهی است. ما اولین نفر نیستم، بیدل پیش از ما بود، مولانای بزرگ پیش از ما بود، حافظ پیش، عبدالله انصاری، هزارها نویسنده بزرگ ما پیش از ما بودن. منتها ما در زمان آمدیم که تکنولوژی است، میتانه که زبان ما را به گوش میلیون ها انسان برسانه و ما و شما را به یک جنبش بزرگ تبدیل بکنه. تا گداز دل دهد داد فسردن های دل، تا گداز دل دهد داد فسردن های دل. میگه اگر این دل فسرده مرا یک طوفان از آتش به دادش برسه، ایره یک گداز بته، یک غلیان از آتش بته مذابش کنه بسوزانش که از این فسردگی برایه. تا گداز دل دهد داد فسردن های دل، سنگ این کوه انتظار
شیشه سازان میبرد. شاید که ما امو شیشه ساز باشم، شاید که شما یکی 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 به امو شیشه سازها تبدیل میشین که داد فسردگی های دل مسلمان ها را میتین، این دل های فسرده را آتش میتین و مذاب میسازین و یک حرکت به وجود میارین، یک حرکت که شیشه سازها میکردن، از سیاهی و فسردگی میکشن و یک چیز پر جلایش به وجود میارن که وقت سیل میکنین در او زیبایی میتونین ببینین. تا گدازد، تا گداز دل دهد داد فسردنهای دل، سنگ این کو انتظار شیشه سازان میبرد. و شما باید که به او شیشه سازان تبدیل شوین. بیدل بسیار زیباست، بیدل هیچ وقت فکر نمیکرد که میمرد، بیدل فکر میکرد که تا که هستی است بیدل. در یک برنامه دیگه در سر بیدل گفتم که بیدل با قیام غبار خاک خود باور داشت، میگفت که یک روز خاک ما غبار میشه، در روی هوا به اعتزاز میه، با یک قیام به یک جنبش تبدیل میشه. جنبش ما هم فکر میکنم جنبش ما امروز جنبش اونمو غبار بیدل است. ما و شما در تمام آسمان ها پراگنده میشیم و از این سیایی میکشه مردم خدا بیرو. اینمی فسردگی های را که ملاها در دل ما مسلمان ها به وجود آورده، ای را باید که پاک کنیم. ما را چو سیل خاک و سر کردن است و بس، ما را چو سیل خاک و سر کردن است و بس، تا آن زمان که دست به دریا نمیرسد. مثل یک سیل میریم تا که به مقصد خود دریا که بر سیل دریاست برسیم. از این خاطر است که بیدل میگه در عدم هم قسمت خاکم همان آوارگی است، در عدم هم قسمت خاکم همان آوارگی است، اونموش قیام غبار است. در عدم هم قسمت خاکم همان آوارگی است، مرگ آغاز مرا انجام نتوانست کرد. مرگ میگه مرا آغاز مرا مرگ انجام نمیکنه، ما زندگیم دیگه هیچ انجام نداره، مرگ یک آغاز دیگه است برای ما، یا ادامه آغاز اول ما است. مرگ آغاز مرا انجام نتوانست کرد. چه ممکن است، چه ممکن است رود داغ بندگی ز جبین. من نمیگم پا میزنم که من هیچ باور ندارم که یک انسان با خداوند بزرگ باور نداشته باشه. به نظر من هیچ کس کافر نیست، هیچ ما کافر نمیافهم از دید انسانی خود. حتی ما پرنده و ایوان و دریا و سنگ فکر میکنم که با خداوند ایمان دارن. یک چیز در یک سه ما مانده شده که کلگی ما خداوند میشناسیم. چه ممکن است رود داغ بندگی ز جبین، زمین فلک شود و آدمی خدا نشود. یا زمین فلک شود و آدمی بی خدا نشود. بی خدایش ما بر شما گفتم، یعنی نمیتونی خدا شوی و نمیتونی هم بی خدا شوی. اعتقاد زیاد مردمه که ما کافر میگیم که کت ما جنگ میکنه، که دین ما را گنده میگن، که پیغمبر ما را دم میزنن، که قرآن ما را غلط میگن، از خاطر عقده هاییست که ما یاره دادیم. اگر ما دین خود انسانی بسازیم، مردم احترام بکنیم، قتل و کشتار را پس کنیم، دوستی را اساس زندگی خود بسازیم، محبت و برادری و اخوت پیش روی خود قرار بدیم، باور کنیم هیچ اسلام دیگه کس بد نمیگه. یکی از چیزهایی که در فهمیدن هر شعر یا هر چیز دیگه مهم است، خواندن از او شعر است یا خواندن از او نوشته، باید که به درستی بتانی بخوانی که به درستی اگر ممکن باشه معنایش بفهمی. در شعر بیدل باور کنین
کسی 100% معنای هیچ شعر بیدل گفته نمیتونه که این معنایش است. بیدل قدر عمیق است، ایک قدر بلند است، ایک قدر وسیع است که ما خجالت میکشم که اگه بگویم ما این کلمه را از شعر بیدل فهمیدم. هر وقتی که ما شعر بیدل را میخوانم، هم یگان پالوان هاست نه که پیش از اینکه در پالوانی برن بازیت دست خود را در خاک میزنن، در مارچ میکنن، در چشمای خود میزنن، نه بر رسم تواضع، بر رسم شکستگی. ما که شعر بیدل را میخوانم باید این کار را صد بار کنم و عطا باید هیچ خود اجازه نتم. ما بارهایی را گفتیم که شما شاید در هر گپم غلطی پیدا کنین، اما در شعر بیدل که مانا میکنم و میخوانم از این بسیار غلطی میتونین پیدا کنین، ولی خود جارم یکان دفعه. اما قدر را که میفهم که از شما شریک بانم، ما یقین دارم که یک تعداد زیاد شما دمی ست هم نرسیدین که بفهمین. بنان ما که را میخوانم شما میتونین لذت ببرین، نه تنها لذت ببرین بلکه یک پار در فکر خود بگنجانین و وقتی که اشعار بیدل را میخوانین با زیره در پیش روی خود قرار بتین، در فهمیدن اشعار بعدی نسبتاً به شما کمک میکنه. بیدل یک لسان دیگه است. در قلمرو لسان دری بیدل یک لسان به مراتب بزرگتر از لسان دری است. باور کنین شما وقتی که بیدل میرین میخوانین، شما در فهمیدن لسان دری 10 سال اگر بخوانین میفهمین، بسیار خوب میفهمین. اما اگر بخواین که بیدل بفهمین، باید از خدا دعا کنین که بسیار سال براتان بته، بسیار استعداد بته و بسیار قدرت تحقیق و تتبع بته که شما تنها بیدل اگر بفهمین. اما اگر بیدل بتانین نوشته کنین، یا کس شویم که در سطح بیدل یک 10 غزل نوشته کنین، باور کنین که شما استاد غالب میشین. این حال ما یک شعر از بیدل مثلا میخوانم که در 2-3 رقم میتونین بخوانین، از هر طریق یک معنای دیگه میتونه که بته. تعلق نفسم سوخت، تعلق نفسم سوخت تا کجا نالم. باز میتونین این رو بخوانین که تعلق نفسم سوخت، نفس سوختگی یعنی مانده شدن، تعلق نفسم سوخت که یعنی که اینمی زندگی که مرا دهش گره زدن نفسم سوختانده. میخوایم که از این زندگی یک رخصت بگیرم یا یک تفریح بکنم، یک دم بگیرم بشینم، یعنی که از این اگر جدا شم. در اردویش 2 رقم مانا میتن و در اردویش میتنین که با مو رقم بخوانین و دعا کنین و اصرار کنین که اینم مطور است. تعلق نفسم سوخت، یا تعلق نفسم سوخت تا کجا نالم. غبار وهم گران گشت و کوه سار گردید. همین یک تیوری با وجود آمدن زمین است که زمین از نشست گرد و غبار با وجود آمده در طی میلیون ها یا صدها میلیون سال کره زمین از او با وجود آمده. همین تیوری را اگه سعی کنین در همین شعر بیدل است. غبار وهم گران گشت و کوه سار گردید. غبار وهم یعنی فکرهای بجای، یا گرد و غبار ازی یکی 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 در سرم شیشت و شیشت و شیشت کوهسار گردید. مثل که نمی تیوری پیدایش زمین از غبار، غبار وهم گران گشت و کوهسار گردید. این شعرش بسیار یک شعر زیبای عاشقانه میتونه باشه. غبار میدمد از خاک من قدح در دست، غبار میدمد از خاک من قدح در دست. ما میگم که بیدل میگه که یا ایمان داشت که مرگ آغازش انجام نمیکنه. بیدل باور داشت که نمیمیره، با یک قیام از غبار تبدیل میشه، در هر جا منتشر میباشه. اونم گپی که میزنه که پا به خاکم زن که مژگان غبارم وا شود
تا تو بیدارم نسازی یا گر تو بیدارم نسازی تا ابد خوابیدم. بدل به این باور بود که کتابهای را از خود به جا مانده که ما نمیتونیم فراموشش کنیم. بدل اما ای را اقب به یک مقبولی و به یک تواضع تشریح میکنه که میگه پا به خاکم زن که مژگان غبارم وا شود. امی باریک بینی بدل به اندازه است که در شعر هیچ شاعر پیدا نمیتونی. پا به خاکم زن. شما وقتی که پای در خاک یک نفر میزنین به حساب توهینه، کس نمیگه پا به خاکم زن. اما بدل ایره با بسیار تواضع یا از بسیار تواضع برای خود بسیار یک مقام بلند میده. پا به خاکم زن که مژگان غبارم وا شود. و دیگه موشگافی ازی که میگه که غبار خود یک جسم میته، یک بدن میته، یک بدن انسانی میته، یک بدن یک مغز قابل تفکر، یک چشم قابل دیدن میته، یک چشمی که عطا در روی ازو مژگان وجود داره. پا به خاکم زن که مژگان غبارم وا شود. بدل و یقین است که وقتی که شما اشعارش میخوانین مثل عزیز که در سر قبرش کت پایتان میزنین، خاک بدل بلند میشه در هوا، غبار بدل در همه جا انتشار میکنه و این غبار چشم داره، این غبار زبان داره، این غبار زندگی داره، این غبار غبار است که هر کدامش مثل یک انسان میتونه نفس بکشه، مثل یک پرنده میتونه پرواز بکنه و مثل بدل میتونه گپ بزنه. پا به خاکم زن که مژگان غبارم وا شود، گر تو بیدارم نسازی تا ابد خوابیدم. حالا در اینجا به یک طریق دیگه میگه غبار میدمد از خاک من قده برده است. یعنی که غبار خاک ما امروز قده برده است، بلند شده، نوشیده، مست است، مست. نگاه مست کی سیر سر مزارم کرد؟ این نگاه مست کی است که امروز آمده در سر مزار ما و گرد مرا، خاک مرا به پای زده؟ یعنی میگه این چشم مست از این گرد و غبار خاک مرا به مستی آورده. غبار میدمد از خاک من قده بر دست، نگاه مست کی سیر سر مزارم کرد. یک زمان میگه بدل سالگرد وفاتش بود یا سالگرد زندگی بزرگش بود. بعد از وفات زندگی دومش جشن میگرفتن، سال اولش بود. یک کسی که بدل بسیار دوست داشت، یک خانمه که بدل زیاد دوست داشت و بارها میخواست که پیش بدل بره و بدل هم میفهمیده بود اما نتانسته بود که بره، باز آمده بود. امی فال میدیدن، کتاب بدل واس کرده بود، هر کس فال میدید، باز هر کس برش یک شعر میامد بلند میخوان. برازی خانم زیبا آمد که چقدر خاک به خون خورده باشم، چقدر خاک به خون خورده باشم که تو آیی و من مرده باشم. یعنی که بدل میخواست که دم رای ازی بخیزه. برش میگه که میگه ما میترسم که یا بگویم که میگه برش که من میترسیدم همیش که تو یک وقت بیایی که من زنده نباشم و من در زیر خاک چقدر خون دل بخورم، چقدر خون جگر بخورم که تو امروز آمدی و من دم رایت خیسته نمیتونم. چقدر خون با خاک خورده باشم که تو آیی و من مرده باشم. ای آهینه عیوب مثالم برو میار. ما شما که پیش آینه حساب میشیم چی آدم های زیبایی رو میبینیم. حتی ما که پیش آینه حساب میشیم یک آدم مقبول میبینم. اما بدل بدل تو نبود. ای آهینه عیوب مثالم برو میار. بر آینه میگه که آینه مرا مثال مرا، تمثال مرا، صورت مرا
نقش نبند لطفاً، به خاطر که سر تا پا ما عیب هستم، نمیتانم چطور ببینم با یکقدر عیب. نگذار که مردم همه عیوب مرا ببینه، ای آهینه عیوب مثالم برو میار. دیگه ای که مثالم برو میار، ما شما یک چی داریم، یک اصطلاح داریم که عیب آیش بر رخش میکشم، یا میگه که عیب های ما برویم نیار. ای آهینه عیوب مثالم بر رخ میار، بگذار تا عرق ته پایم نهان کنه، بگذار تا عرق ته آبم نهان کند. یعنی میگه من قید دارم که تو که در پیش روی می آینه آمدی، من جز عیب خود دیگه چیز نمی بینم. تو تمام عیب های ما رو بر رخ میکشی، لطفا نکش. بگذار که ما از شرم اقه عرق بکنم که در زیر آب عرق خود از خجالت گم شوم. تمثال من چه صورت انقا همین صداست. تمثال من یعنی نقش ما. تمثال من چه صورت انقا همین صداست. انقا یک مرغ بلند پروازه که هیچ کدام ما او را ندیدیم. تنها یک صداست. انقا که میگیم یعنی یک چیز تخیلی است که در گوش ما آمده. انقا 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 صفت. اینال بدل بازم بر از آینه میگه ما از دسته که پر از عیب هستم، غیر از عیب دیگه هیچ چیز دیگه نیستم. اگر عیب مرا پس کنی، مثل انقا که تنها یک گپ است، یک صداست. انقا را کس نمیفهمه چی است، تنها یک صداست که یک پرنده بسیار بلند پروازه. ما اگر عیبهای ما پس کنی، ما دیگه هیچ چیز نیستم. تمثال ما، نقش ما، صورت ما، بود ما، مثل انقا به یک صدا تبدیل میشه. ما دیگه وجود فیزیکی نمیتانم داشته باشم. چیز نیم که آهینه ام امتحان کنه. یعنی اگر از عیبم پس کنی، دیگه من هیچ چیز نمیمانم جز صدا. آیا صدا را شما در آهینه دیده میتانین؟ نمیتانین. یعنی چیز نیم که آهینه ام امتحان کنه. یعنی ما وجود دیگه نمیداشته باشم. اینال پس میریم با هم در خواندن اول استاد سراهند که میخوانه جان هیچو، جسد هیچو، نفس هیچو، بقا هیچ، ای هستی تو ننگ عدم تا به کجا هیچ. یعنی که بیدل مثل که در آهینه میگه ما قابل امتحان نیستم، و قدر هیچ هستم که اگر ما پیش آینه ایستاد شم، حتی آینه مرا امتحان نمیتونه. یعنی مرا در خود انعکاس داده نمیتونه. یک قدر ناچیز هستم، یک قدر هیچ هستم. در اینجا جان هیچ، جسد هیچ، نفس هیچ، بقا هیچ، ای هستی تو ننگ عدم تا به کجا هیچ. اینمی هستی تو ننگ عدم، یعنی که در واقع هستی ما از نیستی کرده هم ناچیز است به نظر بیدل. از این خاطر میگه که ای هستی تو ننگ عدم تا به کجا هیچ. تا برنامه دیگر، شما را به خداوند بزرگ می سپارم.